بازار با سود منظم اوراق قرضه خزانه داری افزایش می‌یابد، اما نگرانی ها همچنان ادامه دارد. با عرض سلام و روز بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پر اسکیلز با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز پنجشنبه 4 مارس 2021 باید بدانید. دلار در صبح روز پنجشنبه در آسیا پس از اینکه در جلسه قبلی به بالاترین سطح 7 ماهه در برابر ین رسیده بود، باز هم صعود کرد. با ادامه رشد منظم سود اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و افزایش دلار، جرمی پاول رئیس فدرال رزرو نیز در اواخر روز سخنرانی میکنند. شاخص دلار امریکا که ارزش دلار را در برابر سبد ارزهای دیگر ارزیابی میکند، با 0.3% افزایش به بالاتر از 91 واحد رسید. تا از روز چهارشنبه رشد 0.32% خود را حفظ کرده باشد. جفت ارز دلار ین با 0.04% افزایش به 107.03 رسید که بالاترین سطح از جوان 2020 است. جفت ارز اوسی دلار با 0.17% افزایش به 0.7788 و جفت ارز کیوی دلار با 0.16% افزایش به 0.7258 رسید. یوان با 0.03% کاهش در برابر دلار به 6.4696 رسید و پوند با 0.11% کاهش به 1.3937 در برابر دلار رسید. بازدهی اوراق قرضه خزانه داری اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری در طول جلسه آسیا به 1.4894 افزایش یافت. با ادامه رشد معاملات دلار در برابر اکثر ارزها، آرامش دوباره به بازار بازگشت و احساسات مثبت سرمایه‌گذاران را افزایش داد. در ادامه رشد منظم بازدهی اوراق قرضه خزانه، دلار می‌تواند به رشد خود ادامه دهد، اما در صورت بهبود اقتصاد جهانی از کووید 19 ممکن است در برابر ارزهای عمده صادرکنندگان کالاها کاهش یابد. ماسافومی یاماموتو، استراتژیست ارشد ارزی در میژو سکیوریتیز، به رویترز گفت عملکرد دلار بسته به واحد پولی مقابل آن متفاوت خواهد بود. به نظر میرسد جفت ارز دلار ین به خاطر بازده اوراق قرضه و اقتصاد ژاپن عملکرد خوبی نداشته باشد، اما تا زمانی که قیمت کالاها افزایش یابد، دلار در برابر ارزهای کالایی ضعیف خواهد شد. در اواخر روز پاول یک سخنرانی مجازی در اجلاس مشاغل وال استریت ژورنال خواهد داشت و سرمایه گذاران از نزدیک به دنبال مشاهده هر گونه علائم نگرانی در مورد فروش اخیر اوراق قرضه خزانه داری و هر گونه تغییر در ارزیابی وی از اقتصاد قبل از جلسه بعدی فدرال رزرو که در 17 مارس می باشد هستند. نگرانی ها در مورد اینکه هزینه های بی سابقه دولت برای حمایت از اقتصاد جهانی در برابر کووید 19 می تواند تورم را بالا ببرد، منجر به فروش گسترده اوراق قرضه خزانه داری از ابتدای سال 2021 شد. اوج فروش بازده اوراق قرضه 10 ساله در هفته گذشته به بالاترین سطح خود در یک سال رسیده است. این افزایش باعث شد روند صعودی سهام جهانی متوقف شود و دلار در برابر بیشتر ارزها کاهش یابد. با این حال، با ادامه بازگشت آرامش به بازار، به نظر می‌رسد که دلار به یک روند صعودی بازگشته است. با این حال، سایر سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری اظهار داشتند که احتمال کاهش دلار استرالیا و نیوزیلند موقتی است، زیرا هر دو اقتصاد با رشد خود از بحران کووید 19 فاصله گرفته و تأثیری در روند بهبود تجارت جهانی باعث تقویت هر دو ارز خواهد شد. از سوی دیگر، هر اونس طلا تا 1702 دلار نیز سقوط کرد، هرچند بعدتر بخشی از ضررهای خود را جبران کرد. علی‌رغم گزارش سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده از افزایش چشمگیر ذخایر 21,500,000 بشکه در هفته منتهی به 26 فوریه، قیمت نفت خام به بیش از 61 دلار در هر بشکه افزایش یافت.
در بازار ارزهای مجازی بیت کوین همچنان بالاتر از 49,000 دلار معامله می شود و در حالی که دوج کوین که در هفته های اخیر رشد خوبی داشت در این روزها تا 50% از ارزش خود را از دست داده است. در تقویم اقتصادی امروز در داده هایی که تاکنون منتشر شده از شاهد کاهش خرده فروشی در استرالیا بودیم، در حالی که ترازه تجاری بسیار بهتر از پیش بینی ها بود. در ادامه یه روز داده های خرده فروشی و اشتغال از حوزه یورو و در ادامه سفارشات کارخانه‌ای و ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده و همچنین سخنرانی آقای پاول مورد توجه فعالین بازار خواهد بود. با تشکر از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskillsnews دنبال بفرمایید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.